فیلم بر فراز آسمان ها که تو سال 1357 ساخته شده، از این قراره که خلبان جوونی قبل از اینکه بتونه ازدواجش با دختر مورد علاقش رو به شکلی علنی اعلام کنه، فوت میکنه. همسر خلبان به ناچار فرزندش رو به دنیا میاره و به خانواده ای میسپره. خودش هم به طور ناشناس توی اون منزل مشغول به کار میشه. بعد از سالها فرزند خودش تبدیل به یه خلبان شده. بخشایی از فیلم بر فراز آسمان ها رو با هم تماشا میکنیم. زودی ناامید شدی. یکی دو ساعت پیش باشه، ولی قبل از اینکه نسیم بیدار بشه تو بر بفرستش. جون دلم، شاید عزیز دلم، من مادرت من میشناسی؟ دلم خون میشه وقتی تو گریه بخند بخند عزیز دل من. چرا نمیخوابی شاهین جون؟ میترسم. ای پسر نازنینم، تو دیگه واسه خودت مردی شدی. همه جا که تاریک نیست، به آسمون نگاه کن، پر از ستاره است. یه روزی میاد که تو تا نزدیک اون ستاره ها میری. چطوری؟ سواره یه هواپیمای بزرگ میشی و میری بالا. تیاره سوار میشم؟ آره، تیاره بزرگ، میری بالا. قصر زرین فیلم دیگه‌ای به کارگردانی محمدعلی فردینه که تو سال 48 با بازی خود فردین و ناصر ملک مطیعی ساخته شده. داستان راجع به پدری متمول و خودخواهه که متوجه میشه پسراش با دخترای از خانواده متوسط ازدواج کردن. پدر عروساش از قصر زرین بیرون میکنه و فرزنداش هم اونو تنها میذارن. بخشی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. خوشحالم پسرم. خب بگو ببینم کی دست به کار میشی. خیلی زود مادر، تو فقط بگو. آره چی داری میگی امیر جون؟ من که از خدا میخوام. تو هم معلومه بیکار نشستی. خب عروس من سربزی رو نجیب هست؟ چه جور مادر، مثل یه فرشته است. من که راستش قربونش میرم، قربون تو هم میرم مادر. خدا نکنه. خب مادر جون بگو ببینم دختره کیه؟ مادر بگو جونم. اگه بگم از خانواده متوسطیه ناراحت نمیشی؟ متوسط؟ برای من؟ به من راست بگو مادر، خواهش میکنم. برای من؟ اصلا تو هر دختری رو که دوست داشته باشی عروس عزیز منه. اما چی مادر؟ بگو چی میخوای بگی؟ امیر تو فکر پدرتو کردی؟ پدرم؟ با تو من ترسوندی. خیال کردم تو خودت ناراحتی مادر. من فکر پدرمو نمی کنم واسه اینکه تو رو دارم. منو؟ بچی تو میدونی چجوری پدر راضی کنی؟ یالا دیگه لفتش نده، این کارو میکنی مگه نه مادر؟ ای واقعی هیچ میدونی چه کار مشکلی رو گردن من گذاشتی؟ پس قبول کردی ها؟ من کی گفتم قبول کردم؟ الان گفتی؟ دیگه زیر قولت نزن، هیچ فایده نداره. ایلای قربون تو مادر قشنگ برم، اینو بهش میگن یه مادر مامانی. گوش کن مادر، حالا که همچی شد تو عروسی علی طلنبه عروستو بهت نشون میدم که ببینی چه عروس خوشگلی داری. تو فقط بلر از پدر بگیر دیگه، بقیهش با امیر زبل کارید نباشه. قربون تو برم، خداحافظ.
پسری از همکاری با پدر تبهکارش خودداری میکنه. پدر و همدستاش به خشونت متوسل میشن و اتومبیل اونو میدزدن و پسر هم با همکاری پلیس اونا رو گرفتار میکنه. بخشایی از فیلم جاده تبهکاران رو با هم تماشا میکنیم. منو ببین که به تو اعتماد کردم. حالا اونا رو پس میدی یا میخوای جون منو بچه‌مو به خطر بندازی؟ تو چه خوب لالتو بازی میکنی. بین راه از عشق و محبت و دوستی صحبت میکردی. منم یادم صاف زاده. منو پاک خاطرخواهی خودت کرده بودی. حالا داری کلک بچه رو جور میکنی؟ جنسا کجاست؟ اونا مال خودم نیست. اگه مال من بود اینقدر نمیترسیدم. من باید اونا رو به صاحبش تحویل بدم. من این کارو میکنم برای اینکه مجبورم. به خاطر خودم نیست. پس به خاطر کیه؟ حرف بزن. به خاطر کی؟ تو اون چمدون یه عالمه جنس قاچاق قایم کرده بودی. مال کیه؟ میخواستی اونا رو به کی تحویل بدی؟ حرف بزن حق باز. هر چی میخوای فکر کن. من بدم، هرزم، اما یه مادرم. به خاطر بچه، به خاطر پروانم مجبورم هر کاری ازم بخوان انجام بدم. بهت که گفتم بعد از مرگ پدر پروانه مردی من از زندان نجات داد، بعد منو گرفتاری این کار کرد. منم به خاطر جون دخترم حاضر شدم. اگه تو خیلی میل داشته باشی بدونی برای کی کار میکنم میگم، ولی پروانه رو از دست میدم. اون ازم میگیرن، میکشنش. من جز اون تو دنیا هیچ کس رو ندارم. من حالت دست مردیم که منو بده کار کرده. تمام زندگی من دست اونه. من دیگه گول حرفای تو رو نمیخورم. این عشقا نمیتونه منو گمراه کنه. خواهش میکنم به من رحم کن. من تو رو فریب دادم اما خودم نمیخواستم. ازت خواهش میکنم به من رحم. فیلم سینمایی شاطر عباس که تو سال 1350 ساخته شده راجع به شاطر عباسه که خانواده خوب و زندگی آرومی داره و عاشق دختری به اسم فاطمه میشه. خواستگارای دیگه فاطمه سعی میکنن شاطر رو پیش فاطمه بدنام کنن، اما در نهایت این دو نفر با هم ازدواج میکنن. بخشایی از فیلم شاطر عباس رو با هم تماشا میکنیم. عوضش میخوام برای توی وکیل خوب بگیرم. شاید با قرار بچه و زمان بتونه بیرونت بیاره. پول از کجا میاری بدی؟ نکنه میخوای از شاطر عباس بگیری؟ نه، یه آدم پولدارتر از اون این کاره میکنه. فاتی چی میگی؟ این سر و وسط از اول منو دو به شک کرده بود. نکنه از راه راست منحرف شدی؟ راه راست کدومه؟ اونی که تو رفتی؟ یا اونی که من رفتم؟ خجالت بکش. چرا خجالت بکشم؟ از چی خجالت بکشم؟ مگه همون قد که یه عمر زیر سایه مثلا بابای قلابی خوش غیرتم کشیدم بس نبود؟ مگه خجالت همراه با نطفه من تو شکم تو بسته نشده بود؟ مگه فرق کار من با تو چیه ها؟ تو یه مرد دائم الخمر بیکارا رو سرپوش کارهای خودت کرده بودی؟ اما من میخوام بسه دیگه، نمیخوام حرفاتو بشنوم. حیف عمری که به خاطر تو تو اون خونه سر کردم. برو گم شو دیگه، نمیخوام فیلم گلپری جون که تو سال 1353 ساخته شده از این قراره که یه زن و شوهر شب و توی قهوه خونه میگذرونن. زن که باردار بوده توی قهوه خونه زایمان میکنه و دو قلو به دنیا میاره. زن قهوه چی یکی از این دخترها رو برای خودش نگه میداره و اون یکی رو به مادرش میسپره. والدین دوتا دختر توی تصادف قطار کشته میشن. حالا یکی از این دخترها وارث ثروت والدینشه و اون یکی بین یه گروه مطرب دورگرد بزرگ شده. بخشایی از فیلم گلپری جون رو با هم تماشا میکنیم. مگه این دختر دختر عموی شما نیست؟ نه خیر قربان، این شباهت زیادی با دختر عموی من داره. به همین جهت خودشو به جای گلپری واقعی جا زده. آخه به چه منظور؟ به منظور بالا کشیدن ثروت سرشار دختر عموی عزیز من. دروغه. دیگه دروغی، همیشه کشکه و دوغه. شاید کلاهبردار دروغ میگه. چرا؟ خود خودش میدونه که من کوچکترین نظری به ثروت و دارایی اون دختر ندارم. فقط در روز اولی که اومدم تو این شهر هر جا پا گذاشتم همه منو جای گلپری واقعی گرفتن. گفتن تو دختر این آقا و خانم هستی. موسیقی
آقا برو عوضی گرفت و خاطر خاموش شد. تو تای قضیارم که همه میدونم. خب دخترم بذار یه چیزی بگم. نه سر کما در حرف من اون تموم نشده. آی بیرژن خان راست و صداقتیش من از تای قلب آرزو میکنم شوهری مثل تو داشته باشه. راست میگه. اما چه کنم بجدارم راضی نمیشه حق دختری که شبیه من غصب کنم. آخه اون دختر صاحب همه چی هست اما من کیم؟ من دختر یه قوی چیم؟ یه آسمون جول یه رقاصه یه دوره کرد. نه دخترم نه تو اشتباه میکنی. تو خواهر دوقلوی گلپری هستی. پدر و مادر واقعی تو همینا هست میگی؟ آره عزیزم من مادر واقعی تو نیستم. من فقط تو رو بزرگت کردم. قضیه از این قرار بود روزی که مادر تو قهوه خونه ما وضع هم کرد خدا بهش دوتا دختر دوقلو داد و من چون اجاقم کور بود یکی از اونا رو که تو باشی دزدیدم و مثل بچه خودم بزرگ کردم. بله عزیزم تو همون دختر این آقا و خانم هستی.